بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم حضور همه شما عزیزان بیننده در هر جایی که هستین، به خصوص شما هموطنان عزیزم عرض میکنم و بهترین لحظات برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و پیروز و موفق باشی. هموطن عزیزم در هر جایی که هستی، امیدوار هستم که امروز بیننده برنامه روشنا باشی تا آخرین لحظات. امروز ما صحبت و گفتگوهای بسیار خوب و مفیدی داریم. امیدوار هستم که شما عزیزان همراه با جمع خانواده عزیزت، یعنی با اتفاق همسر، فرزندان، جوانان، نوجوانان، امروز در خانه که پر از صفا و صمیمیت هست جمع هستین و بیننده برنامه روشنا. ما هم بسیار خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان امروز هستیم و بله حتما منتظر از این هستیم که ببینیم ما امروز نسبت به چه موضوعی با شما عزیزان گفتگو میکنیم. قبل از اینکه بیایم موضوع برنامه رو بگویم، میخوای بر شما عزیزان بگویم که به فکر کردین که همین زندگی که ما هست و داریم روز میشه و شب میشه، خود همین زندگی مثل یک کلاس درس است، مثل یک آموزشگاه است. ما از این زندگی بسیار چیزا میتونیم یاد بگیریم. من از زندگی آموختم که باید همیشه شکرگزار خداوند بود، همیشه باید سپاسگزار بود. پس بیایم شکرگزار خداوند باشیم، بیایم سپاسگزار باشیم. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. بیایم همیشه مثبت بین باشیم و منفی‌های زندگی را نبینیم. اگر به این دو مورد در زندگی همیشه فکر کردیم و جستجو کردیم و جذب کردیم، بفهمیم که میتونیم بهترین بهره را از زندگی خود ما بگیریم. اما موضوع برنامه امروز، کارشناس محترم برنامه خواهر خوبم خانم عالمی هستن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم به خدمت شما خانم ظهوری عزیز و همه بینندگان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشن و امروز بتونیم برایشان یک گپای داشته باشیم که مفید واقع باشه و وقتشان را به قول معروف که ما تلف نکنیم انشاءالله. خب عزیزان بیننده، بله ما امروز میخواییم که در رابطه با ادامه صحبتهایی که در هفته قبل داشتیم، گناه، آثار گناه و ای که ترک گناه چه قسم و چگونه ما بتانیم که برها گناه را از زندگی خود ما دور کنیم و او را ترک کنیم. قبل از اینکه بیایم نسبت به این موضوع صحبت و گفتگو کنیم، شاید سوال در ذهن شما بیننده عزیز بیایه و اویی است که خانم عالمی، اگر که ما برحال مثلا وقتی که پیش آمده باشه گناه، زمینه های گناه، ما چی باید بکنیم که بتانیم از زمینه های گناه که برای ما ایجاد شده و شرایط گناهی که برای ما ایجاد شده بتانیم از اونا دوری کنیم؟ گاهی وقتا یک شرایط سخت گناه بر انسان‌ها ایجاد میشه، به خصوص برای انسان‌هایی که حالا خوب هستن، نیکوکار هستن، زاهد هستن، بسیار کوشش میکنن که اهل تقوا و عبادت باشن. گاهی وقتا شرایط سخت گناه برشان ایجاد میشه، چرا قسمی است و چی باید بکنیم؟ بعد از اون میپردازیم به موضوع اصلی ما که ترک گناه هست. برای سوال بسیار جالبی هست خانم زهری. شاید واقعا ما دقت نکرده باشیم، لکن در زندگی همه ما، یعنی شاید ما حالا خب نه، ولی خب انشالله که برای کسی این شرایط سخت گناه پیش نیامده باشه، لکن هست. این که مثلا میبینیم که یک افرادی در زندگی هایشون یک گناه های را مرتکب میشن، یعنی یک خطاهایی را مرتکب میشن که بعد از خودشون سوال میپرسه که خب چطور شد که من مرتکبی عمل شدم، چطور شد که مرتکبی خطای بسیار بزرگ شدم، در صورتی که من خب اصلا اهلش نبودم، من اصلا کسی نبودم که به این راه برم یا آلوده شوم به گناه، یا آلوده شوم به گناه. حالا ما یکی گناه میگیم، شاید همیشه حرف از آلودگی که هست، خب میتونه این گناه خیلی گناهان فراوانی هست که بله شخص دچارش بشه. و این که میگیم شرایط سخت گناه، یعنی یک شرایطی که فرد دچار او گناه بشه و زمین بخوره، یعنی به قدری که برای او سخت سنگین تمام بشه که واقعا یک شرایط کاملا استثنایی و بسیار ممکنه خیلی محدود باشه. اینطور نیست که ممکن این شرایط برای هر کسی پیش بیایه. یعنی منظوری که زمین بخوره، یعنی منظورت نیست که یعنی که یک نفر یک گناه را
مرتکب میشه و او در خیلی شرایط سخت و گناه قرار میگیره و خیلی روی زندگیش تاثیر بد میگذاره، یعنی یعنی یک مثل گناهی دیگه که دیگه غرق میشه و مثل یک دست پا میزنه که چه قسم بتونم خودم من نجات بتم. یعنی حتی ممکن است یک شخص باشه که در زندگی یک زندگی بسیار عادی داشته باشه، یک شخص کاملا عادی باشه، لکن یک جایی یک خطایی انجام بده که به یک شکلی پای او بلغزد در زندگی، که دیگه واقعا با خودش فکر بکنه که خب چرا من باید دچار این خطا می شدم، من که اهل این نبودم که به طور مثال در یک موقعیت قرار بگیرم که خب به این شکل من دچار این خطا و گناه بشم. حالا این چه عواملی میتونه انسان را دچار همچین خطاهایی بکنه؟ یکی از این تقریبا میشه گفت که حالا گروه از دست از افراد کسایی هستن که تقریبا میشه گفت او خطا یا گناهی را که مرتکب شده در دلشون تقریبا او بدی ها همیشه بوده، یعنی شاید اینها افرادی بوده باشه که در ظاهر نشان نمیدادن که انسان های بدی هستن، درسته، یعنی همین اعمالشون رفتارهایشون کاملا به نشان دهی یک شخص مسلمان بسیار عادی، بسیار رفتارها عادی، نه انسان بسیار بگیم که از لحاظ ظاهری یک فردی باشه که بگیم خب به اون می آمده، مثلا به قول معروف که بعضی افراد یک خطاهایی میکنیم که خب یعنی بهش زمینه داره دیگه، مثلا اگر یک زمینه گناهی داشته، یک ظاهرا یک رفتارا حتی ممکنه یک رفتارهای از خودشون نشان داده باشن، لکن این افراد ها نه، اینا کسایی هستن که در ذهنشون یک خیالات بدی را پرورش میدهن. به طور مثال یک شخصی هست که خب بسیار حب مقام داره، یعنی که فردی هست که خب یه هم نماز میخونه، روزه میگیره، تمام میشه گفت به عنوان یک مسلمان معمولی تقریبا تمامی به بیشتر اصول و اعتقادات پایبنده، لکن در ذهن خودش همیشه حب دنیا را، حب مقام را داره، در ذهن خودش هم این خیال را میپرونده که ای کاش من بتونم به یک مقام بزرگ، به یک موقعیت اجتماعی خیلی عالی دست پیدا کنم و بتونم از این طریق، حالا اگه آرزوی داره، خواسته داره، شهرت یا پول هست، ثروت هست یا هر چی که هست، به اونها دست پیدا کنم. این فکر این خودش ناخودآگاه ممکن است خب اگه یک زمانی به این مقام برسه، در اون موقعیت قرار بگیره، نتونه خودش را در اون موقعیت خب به عنوان یک انسانی که خب همیشه یه حب امکان داره مقام که بلغزه. بلغزه خیلی امکان داره، چرا که همیشه به فکر میکرده. البته ما که نمیگیم که 100%، میگیم احتمالاً خب هر چیزی ممکنه باشه، یعنی تصور... امکان داره که دوچار مثلا یه غرور شود، دوچار مسائل شود که مثلا حق مردم رو بخوره، یا اینکه خیلی طبیعی هست هر کسی مغرور شود و حتی مثلا یه کارایی از او دست بزنه، سر بزنه که مثلا قبلا مثلا او کارا رو او انجام نمیداده. شاید او یک شخصی بوده که یک فرد عادی بوده، لکن چون همیشه این حب مقام در دلش بوده، این پرورش داده، خیال پردازی کرده در دل خودش، و وقتی هم که حالا به این مقام رسیده نتونسته درست از اون موقعیت خودش استفاده کنه، در راه خدا استفاده نکرده، در راه خدمت به خدا، یا هر بسیاری از گناهان دیگه، مثلا همین خواسته های نفسانی انسان، خانم ظهوری شد خیلی از خواسته های نفسانی باشه که انسان بهش علاقه داشته باشه، یعنی ما وقتی تصورش بکنیم بسیار از مسائل نفسانی هست، خب انسان بهش علاقه داره، چون انسان به هر حال یک قوه غریزه درش وجود داره دیگه، این خواسته های خودش را اگر بتونه، حالا هر خواسته ای که در ذهن داره، در دل داره، این در خیال خودش پرورش بده و به او فکر کنه، اگر روزی به واسطه هم خواسته نفسانی خودش مورد امتحان قرار بگیره، ممکنه که از او امتحان سربلند بیرون نیاید، چرا که همیشه او خواسته نفسانی را به او فکر میکرده، به او زیاد در ذهن خودش او را پرورش میداده. درسته، اینطور هست که اگر یک بدی در دل انسان باشه، در تای قلب انسان باشه، او بدی ممکن است ظهور و بروز نکنه، لکن اگر یک روزی ای بدی موقعیت ای داشته باشه که شخص او بدی را در زندگی خودش با او روبرو بشه، احتمال این که دچار یک خطای بسیار شدید، دچار یک لغزش بسیار شدید، دچار یک گناه شدید بشه بسیار وجود داره. بنابراین یکی از عوامل این که افراد
دچار یک گناه سخت میشن، در یک شرایط خیلی سختی قرار میگیرن. همین هسته که در دل انسان ممکنه یک بدی وجود داشته باشه، خب که او بدی را در دل خودش پرورش بده، هرچند که او بدی را ممکنه در ظاهر نداشته باشه، ولی ممکن است همون بدی یک روزی بروز کنه. برای بهتر است که آها درسته، بهتر است که ما تا می توانیم این بدی ها را از وجود ما دور کنیم، از وجود خودمون دور کنیم. این ممکن است خیلی از بدی ها اینطور نیست که ما بگیم که ما هیچ وقت نمیتونیم که بگیم نه من اصلا به این فکر هم نمی کنم، به این خواسته، به این علاقه، به این او چیزی که در دلم هست، خب ممکنه من او علاقه داشته باشم. فقط در حد یک این که خب یک خواسته نابجای است، با خودمون تصور کنیم که خب حالا من حب مقام در دلم دارم یا علاقه به شهوات دارم، های اونون یک خواسته بد در ذهن خودمون، از ذهن خودمون فقط گذر بدیم. یعنی همون بدی هایی که گاهی وقتا مثلا در ذهنیت در ذهن ما هست، یا مثلا فکر میکنیم، یا در وجود ما هست، بالاخره انسان است دیگه. انسان بله. همینا میتونه خودش زمینه های گناه باشه. بله اگر اونها رو پرورش بدیم، خیال پردازی کنیم. اینها بسیاری از موضوعات هست در زندگی ما که خود اونا باعث میشه که پرورش پیدا کنن. مثلا بله. در شرایط سخت قرار میگیری، حالا فقر است یا بعضی از مسائل زندگی است که انسان وقتی در اونجا روبرو میشه و مواجه هم میشه، امکان داره که همون بدی هایی که در ذهن ما هست یا در وجود ماست همونا پرورش پیدا کنن. ممکنه اونجا خودش نشان بده. چرا؟ چون قبلا این بدی ها در دل ما بوده. بله. این اگر این بدی ها ممکن است، این خیلی طبیعی است که هر بدی ممکنه به ذهن انسان برسه، به قلب انسان، از قلب انسان عبور کنه، یعنی برسه، ولی ما باید اینها رو عبور بدیم. یعنی اینطور نباشه که ما یک خواسته بدی را اگر داریم، اگر یک خواسته را که گناه آلود هست، اینها را ذهن خودمون داریم، اینو به قلب خودمون نگه داریم، بگیم همواره به او فکر کنیم، خیال پردازی کنیم، او رو پرورش بدیم، بگیم ای کاش که من بتونم یک بار در این موقعیت قرار بگیرم. وقتی این حالت رو داشته باشیم، قطعا در اون موقعیت قرار میگیریم. این خدا من باب آزمایش و امتحان هم که شده، ما رو در اون موقعیت حتما قرار خواهد داد که ببینیم حالا که بنده من، خب اینجوری که از یک طرف ادعایش میشه که یک انسان مؤمن هسته، بنده من هسته و من رو اطاعت میکنه، و از اون طرف همیشه این حب این گناه در دلش هسته، خب من میخوام ببینم که این چطور میتونه که از این امتحان آیا واقعا بنده خالص محض موفق میشه یا خیر. پس این شرایط سخت گناه برای انسانهایی که خوب هسته زیادتر پیش میآید و دلیلش هم همون آزمایش و امتحان الهی است. همینطوره. برای انسانهای خوب در چه شرایط خانم زهری این حالت شرط سخت گناه پیش میآید؟ که وقتی که یک شخصی خب بسیار اهل عبادت هستن، یعنی هم اهل عبادت هستن، هم اهل خیر هستن، کارهای خیر هستن، و تا جایی که میتونه خب ای به مردم منفعت میرسونه، خب این فرد ممکنه در یک نقطه از زندگی، در یک جایگاه زندگی قرار بگیره که ناخودآگاه دچار عجب بشه. این عجب بسیار یک آفت انسانهای دیندار، آفت انسانهای مؤمن و پرهیزگار هست خانم زهری، که ممکن هست اینها خب یک زمانی به خودشون بگن که چقدر نماز خوب من میخونم، من مثلا این شبا نماز شب میخوانم، یا مثلا صبح که میخیزم دیگه خواه نمیشم تا صبح قرآن میخوانم. همین مسائل همین ها ناخودآگاه انسان که یک همکی خودخواه کنه یا یکی خودبینی پیدا کنه. قطعا همینطوره، چون شیطان همیشه به دنبال این هست که چون قسم نفوذ کنه، دشمن قسم خورده انسان هسته و میخواید که او را از این راه واقعا منحرف کنه. و برای انسان‌های خوب این شرایط حتما وجود داره، یعنی که اونها هم که میتونن با همین که دچار عجب بشن، و شاید همین خانم زهری یک ذره ای که انسان‌هایی که به یک حالا بگیم که یک شاید نیازمند همین هم باشن. حالا نیازمند چی خانم؟ همین عجب. حالا من نمیخوام بگم که خب عجب خوبه، میخوام بگم که عجب یک عاملی هست که قطعا این از سمت شیطان هست، لکن برای انسان میتونه، انسان مؤمن یا پرهیزگاری که اهل خیر هست، اهل کارهای خوب هست، حالا هر عمل خیری که هست، خب این اگر یک ذره دچار عجب بشه،
و به شرطی که به خودش بیایه. و فکر میکنم مثلا افرادی که بسیار افراد نیکوکار هستن، افرادی که همیشه مثلا به فکر مردم بودن، عبادت داشتن، زاهد بودن، خانم عالمی، من احساس میکنم که میشن دوچار عجب میشن، ولی و... زود گذر هست، سریع به خود میآیند، یعنی به خود باید بیاین، استغفار میکنن، باید به خودشون بیاین. چرا اگر که نیاین که خب اینها کسایی هستن که خب شاید واقعا، ولی خب همین یک لحظه امتحان میشن، ولی خب با همون واقعا به نظر من فکر میکنم که وقتی فکر میکنم شاید این هم لطف خدا باشه. چرا که انسان های مؤمن همه خب اینها معصوم که نیستن، یعنی همیشه امکان خطا برای اینها وجود داره، شیطان همیشه خب به دنبال انحراف انسان هست، لکن همین خود عجب ای یک باعث میشه که این انسان های بسیار خوب، انسان های بسیار نیکوکار، بسیار پرهیزگار و با تقوا یک جای زمین بخورن. بله. و زمین خوردن خودشون رو ببینن. این زمین خوردن زمین دوباره خوردن. از اونا هم بسیار ارزشمند است، بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه اینا بیشتر، یعنی آدگر با یک قدرت زیادتر و بیشتر میخیزن از زمین و واقعا متوجه میشن که متوجه خب میشن که اینها دارن. خب به یک مرحله من میرسم که خب در کنار همه خوبی های دارم، دارم به یک جایی میرسم که خب اینجا باید متوقف بشم و چشم های خودم رو بیشتر باز کنم، به قول معروف بیشتر دقت داشته باشم که همون دیگه و... یعنی با یک قدرت بیشتر بلند میشن از زمین میشن. چرا؟ و... چون درک میکنن، میگن خب ما تا حال این قسم این نواقص ها رو داشتیم که مثلا دوچاره ای مشکل شدم، دچار عجب شدم، دچار خودبینی شدم، دچار غرور شدم، پس این قسم نواقص ها داشتیم که مرا منجر شد که مثلا به یه نواقص ها برسم. دفعه دیگه ای که بلند میشه مسلماً با یک قدرت بیشتر دیگه، با یک توجه بیشتر، آگاهی بیشتر و تواضع بیشتر. بیشتر و قطعا اینجور افراد یکی از راه هایی که حالا باعث میشه که انسان های خوب کمتر دچار عجب بشه است که همیشه خودشون را از جهنم بترسانن، یعنی از عذاب الهی بترسانن. خانم زهری، یکی از علت هایی که چرا ائمه ما در عین عصمت و بیگناهی، در عین پاکی و پرهیزگاری، اینها همیشه علاقه داشتن به اینکه در مقابل خداوند استغفار کنن، بخاطر او واقعا شاید یک نوع آموزه هسته برای انسان‌های پرهیزگار و مؤمن، که انسان‌های مؤمن هم پس بنابراین نیاز اینطور نیست که اینها پس چون یک راه عبادت را پیش گرفتن، یک راه خیر را پیش گرفتن، یک راه نیک را پیش گرفتن، بنابراین اینها از هر چی که خطا و اشتباه هسته اینها بنابراین مبرا هستن، مصون هستن، هیچ ممکن است اینها پایشان نرغزه. این خودش یک درس هست برای انسان‌های مؤمن و پرهیزگار. بله. که همواره در پیشگاه خداوند در کنار همه او عبادات و تضرعاتی که دارن، در کنار او همه کارهای نیکی که دارن، همواره خودشون رو کوچک کنن، کوچک بشمارن. بله. تواضع داشته باشن و خودشون رو از عذاب الهی بترسانن. و واقعا همین، حالا ما که میگیم خب انسان‌های مؤمن، خب میگیم نه قطعا فقط منظورمون انسان های بسیار خاص هست، اصلا ما خودمان در زندگی عادی خودمان اگر یک روز یک نماز اول وقت خواندیم، اگر یک روز یک کار نیکی کردیم، متوجه باشیم که این کار نیکی که کردیم، این عبادتی را که حالا اگر احساس رضایت داشته باشیم، در کنارش خودمان را دچار حالت او غرور نشویم که خب بنابراین من چه کار خوبی انجام دادم، حالا من یک امتیاز به خودم بدم. این خوب هست که ما به خودمون یک انرژی بدیم، یک قوتی بدیم، ولی اینطور نباشه که خودمون رو متمایز بدیم از دیگر افراد و اونجا باز ممکنه زمینه خطاهای دیگر برای ما به وجود بیاید. همیشه جزء توبه کنندگان باشیم، چرا که خداوند توبه کننده ها را دوست داره. بسیار عالی. میان برنامه آماده نشر است تقدیم عزیزان میکنیم و از شما عزیزان میخواییم که همچنان با برنامه روشنا تا آخرین لحظات همگام و همراه باشین. قلبم گواهی میدهد که به یقین تو میایی، تو میایی و
و آینه های زنگار گرفته جهالت و سکوت را دوباره جلا خواهی داد. می آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. دلم را خیشاوند تمام پنجره های جهان می کنی. تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می زنی و فریادهای فرو خفته ستم دیدگان جهان را معنا می بخشی. گوش جهان را که از فریادهای گوش خراش شیاطین کفر و الحاد کر شده است با زمزمه روح بخش محبتت نوازش می کنی. می آیی و من خوب می دانم که روزی از همین دریچه که سالهاست بسته مانده است جوانه ای خواهد روید، جوانه سبز که از خیال همیشه منتظر من به سمت آسمانهای آبی حضور تو سر بر خواهد آورد. تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت و رودهای احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظران واقعیت جاری می شوند. ای تجلی مهر خداوند در زمین، شورزار خشک دلهای خسته من در انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست. سوار سبز پوش آرزوهای ما، روایتگر فتح و پیروزی مسلمانان، وارث پدر، وارث بعد، ذوالفقار حیدر در دستان توست و نرمی کلام مصطفی از زبان تو جاری می شود. یا حجت الله علی خلقه، بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد. بی تو کدام دست مهر سرشک غم از دیدگان یتیمان بر می گیرد. رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. قامتی به استواری کوه، دلی به بیکرانگی دریا و صمیمیتی به گرمی خورشید میخواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دلها را به منزلگاه امید کشاند که ظهور تو اجابت دعای ماست یا صاحب الزمان. خب عزیزان بیننده، شما بیننده برنامه روشنا هستین که امروز در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع ترک گناه. و اینکه نیفام، شما عزیزان بیننده تا به حال به این موضوع فکر کردین که چرا انسان ها گاهی وقتها نسبت به ترک گناه یکمه که برایشان سخت و دشوار هست و متقاعدسازی ترک گناه برای بعضی انسان ها بسیار سخت است؟ خب گناه هست و در مقابل او ترک گناه هست. خب چه خوب است که ما گناهانی که در زندگی داریم به فکر ترک او باشیم. به هر حال زندگی و دنیا میگذره و به هر حال ما باید به فکر آخرت و زندگی اخروی خود ما باشیم. انسانهایی که پاک زندگی میکنن میتونن آخرت خوبی برای خودشان رقم بزنن و داشته باشن. حالا میپردازیم به این موضوع که متقاعدسازی ترک گناه چرا برای انسانها سخت و دشوار است؟ خانم عالمی، چرا این گونه است؟ خانم زهری، بحث گناه
اصلا اصولا در حوزه دینداری اونچه که امروز بسیار مسئله ساز هست، یعنی چالش برانگیز هست، دیگه در دین ما سر بحث مسائلی چون وجود خدا و ارسال مرسل و قرآن و اینها دیگه مسائلی نیستن که بسیار سر اونها چالش و بحث باشه. یعنی تقریبا میشه گفت همه افراد اینها را دیگه قبول دارن، یعنی در بین حتی ادیان مختلف دیگه، یعنی خدا را قبول دارن، پیامبران را قبول دارن، کتب آسمانی ها اینها کتب آسمانی را قبول دارن و حتی مسائلی که بسیار از مسائل اخلاقی را شما دقت کرده باشید، اصلا همین که مثلا خوب بودن، بله، اون که خوش برخورد بودن، کاری نیک انجام دادن، اینها همه مسائل اخلاقی، حتی اینها هم بین مردم همینها مطرح هستن. اما ما میبینیم که همواره در طول تاریخ بشریت، یعنی از زمانی درست. که پیامبری وجود داشته، بله، یعنی از زمان حضرت آدم علیه السلام، ما تصور کنیم تا زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تا اکنون که خب جانشین ایشان حضرت امام زمان عجل الله فرجه شریف هستند که ایشان خب حالا ما به تبعیت از ایشان خب تبعیت میکنیم. اونجی که مسئله اساسی بوده، یعنی همواره مسئله بوده، همین بحث گناه بوده، یعنی صرف فقط بحث گناه هسته که میایه که مسئله ساز میشه. چرا؟ خب تا زمانی که همین حضرت موسی، شما مثلا پیامبران رو تصور کنید، تا زمانی که قبل از اینکه اینها به پیامبری برگزیده شده باشن، تا زمانی که قبل اینکه اینها پیامبر باشن، انسان به عنوان یک انسان خوب در بین اقوامشون اینها مورد احترام بوده و همه اینها را قبول داشتن و حتی تا جایی که میتونستن از اونها به نوعی حمایت هم میکردن. همین پیامبر عظیم الشأن خودمان، این قبل از اینکه به پیامبری برسن، در بین قوم خودشون، در بین حتی مشرکین، حتی در بین مشرکین هم ایشان خب همه مشرک بودن دیگه، نه در بین مشرکین حتی میگیم که یعنی در بین انسان‌های بسیار غیرینی که مشرک هم خب ایشان او محبوبیت خودشون را داشتن. ولی همون زمانی که ایشان به پیامبری برگزیدن و حدود الهی را ایشان در بین مردم آمدن اجرا کردن، همونجا شروع شد که مخالفین و دشمنان خودشان را نشان دادن، چون به ضررشان بود بسیار وقتا، چون بسیار از مسائل را اینها اصلا نمیتونستن بپذیرن، اصلا بحث گناه. بنابراین وقت میبینیم که این بحث گناه او بحث اصلی هست که در دین، یعنی مسئله اساسی دین همین بحث گناه هست و همواره انسان ها با این در حال جنگ و ستیز بوده. یعنی تو در دین فقط بحث گناه هسته، یعنی کسی با خدا ستیز نداره، با خود پیامبر مشکل نداشته، ولی با او احکامی را که پیامبر میامده، ائمه میامده، یا حتی بقیه پیامبران قبل از پیامبر عظیم شأن خودمون، اینها میبینین که پیامبران همه کشته میشدن. به خاطر چی؟ به خاطر او سری احکامی که دستوراتی که پیامبران میامده برای افراد میآورده اینها. درسته. و خب چرا که انسان همین بحث اهمیت خود گناه نشان میده که انسان همواره با این گناه همیشه در حال جنگ هسته. و اینکه چرا خب ما اینطور هسته که انسان خودش رو نمیتونه قانع کنه که همین گناه رو کنار بگذاره. بله. یعنی اگه گناه رو کنار بگذاره، گناه رو ترک کنه، قبول داشته باشه که گناه رو ترک کنه. بله. یعنی که کل بحث دینداری او تکمیل هست. دیگه یعنی اصلا... که در اطاعت محض خداوند هست. هسته. ولی خب گاهی وقتا همین گناه ما نمیشه. چرا؟ چون دوست داره که به یک جا و مقام برسه. دوست داره که خودش یک سری خواسته هایی را که داره اونا را برسه بهش و صرف خودش به او برسه و او خودخواهی ها و تکبر و منیت هایی که داره یک انسان اونا را گوشه نمیمانه. همه اینا میشه گناه. همه میشه دقیقاً همین ممکن است گناه بشه. و اینکه خب حالا میگیم چرا انسان با همین مسئله مشکل داره، یعنی با اینکه گناه را بگذاره کنار با این اصلا مشکل داره. این برمیگرده به اینکه یک شخص، خب ما شما تصور داشته باشید که انسان یک خواسته ای را داره، مثلا یک خواسته حب مقام را داره، خب من با خودش میگه که خب من بسیار به این که به یک مقام در دنیا برسون علاقه دارم. این یک خواسته ناچیز هست. بله. یک خواسته ای هست که خب بسیار سطحی هست، یعنی در
فضای دینداری، در فضای انسانیت، در فضای رشد و سعادت انسان، حب یک مقام داشت، یک ارزش تقریبا میشه گفت سطحی هستن، این یک چیز بی ارزشی هستن، دنیاویسته، یک مسئله زودگذر است، قطعا همینطور است. یک طرف هستن و از او طرف یک ارزش واقعی هستن، یعنی پذیرش این که ما با عنوان یک انسان ما میخواییم در کنار ای داشتن یک، از این که مثلا بخواییم از یک مسئله ناچیز و کم ارزش و بسیار سطحی ما بخواییم بگذارم و برسم به یک مسئله بسیار عمیق و با ارزش. یعنی در ازای چی چیزی ما مثلا بخواییم که به او جا مقام برسیم؟ در ازای زیر پا گذاشتن چی چیزهایی در زندگی؟ درست گاهی وقتا مثلا حالا ما تاریخی که وقتی مطالعه میکنیم مثلا در زندگی امامان ما و بسیاری از مسائل دیگه، میبینیم که بسیاری از افراد به خاطر همین جا و مقام و رسیدن به زر و زیور حتی باعث شدن که دست بزنن مثلا به کشتن امامان یا امثال او. به خاطر چی؟ به خاطر همی که برسه مثلا بخواهی که مثلا حاکم یک ولایت شوه، به خاطر که بتانه حاکمیت او شهر یا ولایت بگیره که به او وعده داده شده، حاضر است که مثلا بره یکی از بزرگ زاهد، به هر حال که حالا مثلا امام میتونه باشه یا زاهد میتونه باشه، او را به شهادت برسونه برای که بتونه مثلا یک ولایتی را، یک حاکمیت جای را مثلا به دست بگیره. خب به خاطر ایست گناه ببینه، فقط به خاطر مثلا رسیدن به یک جا مقام. دقیقا ما وقتی نگاه میکنیم این گناه که ما بهش خوب دقت کنیم، یک سرش یک خواسته بسیار سطحی و کم ارزش هست که یک انسان داره و میخواد به او برسه، و از او طرف ترک گناه، یعنی چشم پوشی از چی؟ چشم پوشی از یک خواسته بسیار ناچیز و بی ارزش، بله. کم ارزش، حالا همیشه بی ارزش نه، کم ارزش، سطحی که شاید مثلا به او نرسه. درست، مثلا شاید هم امکان داره که او وعده ها دروغین باشه یا حتی مثلا در حد باشه که تو نتونی مثلا نگهداری او جاه و مقامه، لیاقتش مثلا حتی نداشته باشی. حالا او به خاطر رسیدن به او زیر پا میمانه بسیاری از دستورات خداونده، ولی از آخرشم شاید مثلا به او نرسه. قطعا این افکار باطل، اهداف باطل، قطعا اینها نتایج خوب که نداره و هیچ وقت جاودانه و همیشه گم که نیست. این هر موقعیتی در برای انسان زودگذر هستن و این میتونه خب شامل بسیار از گناهان باشه. صرف فقط همین مثالی که حالا شما زدین که مثلا یک موقعیت یا جایگاه نیست، ممکنه هر نوع خواسته یا خطا یا گناه دیگر خب شامل همین، دقیقا همین موقعه را شامل بشه که خب شخص به یک نقطه ای از در یک جایگاهی قرار داره که خب یک خواسته که بی ارزش است، سطحی است، فدای چه چیزی میکنن؟ فدای یک خواسته، یک نیاز عمیقی که خودش او را در خودش نمیبینه. یعنی در انسان، خانم زهری، اصلا دین خودش نیازهای پنهان برای انسان در نظر داره. یعنی ما چه وقتی که در دین عمیق بشیم میبینیم که دین یک نیازهای را برای انسان در نظر گرفته، پیش بینی کرده که اون نیازها بسیار ضروری و اساسی و لکن چی است؟ پنهانی هستن. یعنی ما اون نیازها را نمیبینیم، متوجه نیستیم، اما دین اونها را برای ما پیش بینی کرده. ما چی میبینیم؟ ما اون نیازهای سطحی که پیش پای ما هسته اونها را فقط میبینیم. ما فقط خواسته های خودمون را میبینیم، اون نیازهایی که خب شاید خیلی هم بد نباشه ولی سطحیه، کم ارزشه. یعنی رسیدن به یک موقعیت، حالا ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا آخر برنامه. تشکر میکنم از اینکه تشکر دادین، ولی این را همیشه توجه داشته باشیم. درست. در بحث ترک گناه ما دو تا مقوله رو باید همیشه در نظر داشته باشیم که یک طرف یک نیاز سطحی هست که ما باید از او چشم پوشی کنیم. ما میخوایم از در ماه مبارک رمضان میخوام روزه بگیرم، از چی میخوایم چشم پوشی کنم؟ از خوردن و آشامیدن. اینها نیاز چی هستن؟ نیازهای سطحی هستن. بله. یعنی من خب در یک زمان خاصی، در یک ساعت خاصی باید از خوردن و آشامیدن باید چشم پوشی کنم.
خدا نگفته که اصلا نخوری، به یک ساعت خاصی باز میتونم این نیاز خودم رو بهش برطرف کنم. پس میشه یک نیاز سطحی، ولی نیاز عمیقی که دین برای من در نظر گرفته چیه؟ اینکه من خودسازی بشم در این مدت، در این فاصله گرسنگی من بتونم بسیار از مسائل رو درک کنم. یعنی دین میخواد اینها رو به من بفهمانه و برسانه. بله خانم ظهوری، اساسا فهم دین نیاز به یک بررسی عمیق داره. یعنی دین یک مسئله سطحی نیست که بگیم خب پس دین اومده گفته نماز بخونیم کار خیر انجام بدیم تمام. دین یک مسئله بسیار عمیق هست و نیاز به برای همین هسته که شما میبینید که در همیشه مسائل دینی همیشه نیاز به مبلغ داره. یعنی شما برای اینکه بخواین از این زمان در اون زمان، همیشه در همه عصرها و زمانها بشر نیازمند مبلغ دینی بوده. بله. نیازمند پیامبر بوده، نیازمند ائمه بوده، و حالا که در عصر ظهور ما قرار داریم، در آخر زمان قرار داریم، خب ما هم الان نیازمند چی هستیم؟ نیازمند همین تبلیغ و نیازمند این هستیم که دین به ما فهمانده بشه. بله. چرا که دین، مباحث دین بسیار عمیق هستن. درسته. و همین برداشت سطحی از دین هسته که باعث میشه که نگاه به معقولی گناه یک نگاه بسیار سطحی باشه. یعنی گناهان انقدر برای ما تفهیم نشده باشه، ما آموزش نداده باشیم. اون چیزی که ما در معقولی دین و دینداری، در چه در مکاتب، چه در پوهنتون ها آموزش میدیم، چه در مجالس ممکن هست اینها ما آموزش داده باشیم، اینها یک طرف، این بحث گناه، گناه شناسی این یک طرف، یعنی بحث گناه بسیار یک مبحث عمیقی هست. بله. باید بسیار به اون توجه باشه داشته ما، یعنی بسیار تا جایی که میتوانیم روی همین مبحث برای خودمون کار کنیم. درست. یعنی روی همین مبحث تمرکز داشته باشیم، چرا که اون چیزی که ما در امروزه، یعنی در جهان امروز، حتی میگم ده حتی زمانهای پیامبر هم که بوده، در زمان ائمه هم بوده، اون چیزی که همیشه مسئله بوده همین بحث گناه بوده. بله. یعنی بحث گناه بوده که همیشه بر سر او مناقشات پیش می اومده، اختلافات اگر وجود داشته، اگر امام کشی وجود داشته، اگر پیامبران را میکشتن، همیشه سر بحث گناه بوده دیگه. همیشه بحث گناه بوده. نه اگه بحث گناه نمی بود، همیشه پیامبران را همه دوست می داشتن. حتی فرعون هم دوست می داشت. بله. یعنی به خاطر همیست که انسان اگر از گناهان دوری کنه، میتونه بسیاری از مسئله زندگی خودش حل کنه. مثلا مسئله زندگی چیست؟ مثلا همیست که یک انسان مثلا بسیاری از مشکلات زندگی خودشان را در جریان نیست، نمیفهمند، ولی خب به خاطر گناهانی که انجام میتن دچار اون مشکلات زندگی هم میشن. حالا خانم عالمی، حالا مثلا یک موضوع دیگه که شما در بین صحبت ها گفتیم، مثلا مسئله خودشناسی بود. حالا مسئله گناه شناسی رو ما بیان کردیم. ما همیشه گفتیم مثلا بیایم خودشناسی انجام بدیم، بیایم خود ما را بشناسیم. حالا خب بیایم الان گناه شناسی داشته باشیم، بیایم گناهان زندگی را بشناسیم، ببینیم ما در چه گناه‌های غرق هستیم. حالا خرد و کلان فرق نمی‌کنه، بسیاری وقتا گناهانی هستند که ما سبک میشماریم اونا را، خرد میشماریم، در حالی که زمینه گناهان بسیار کلان را برای ما اونا ایجاد میکنن. درست؟ پس ما نتیجه کل این صحبت هایی که شما بیان کردیم، و من یک چیز میتونم بگویم برای بیننده های خوب ما، که چه خوب است که ما متقاعد شویم نسبت به ترک گناه. و چه زمانی متقاعد میشیم؟ زمانی که ما گناه را بشناسیم. قطعا معقوله گناه در زندگی ما واقعا جزو دغدغه های زندگی ما باشه. بله. دغدغه زندگی خودمان، خانواده ایمان، فامیل ایمان، اولاد های ایمان، اصلا دغدغه تمام کل رفتار اجتماعی ما باید باشه. بله. بسیار عالی. امیدوار هستیم که از این پس بیایم رجوع کنیم و زندگی ما و دقیق تر بسنجیم اعمال خود ما را، ببینیم که به واقعیت ما چه گناهایی را مرتکب میشیم، بیایم اونا را از زندگی خود ما حذف کنیم و دور کنیم، چرا که این دنیا فقط دو روز است و به سرعت میگذره. امیدوار هستیم که شما عزیزان همیشه در پناه خداوند محفوظ باشین و از گناه ها و آلودگی ها هم دور. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که در روزهای آینده همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. خدا نگهدارتان.
صلاة الله سلامه.